خب دوستان، در این ویدیو ما بر شما نهایت تلاش کردیم تا تمام بزنس دراپ شیپینگ ایبی را به شما تدریس بکنم. یعنی اگر شما این ویدیو را از ابتدا تا آخر ببینین، قادر خواهید بود که یک تجارت دراپ شیپینگ آنلاین تانه یا کسب و کار آنلاین در ایبی برا بندازین و موفق باشین و بدون از اینکه شما هزینه داشته باشین، جنجال داشته باشین، پول به دست بیارین. در این ویدیو ما بر شما تدریس میکنم که چگونه اکاونتی بیش به خود افتتاح بکنین، چگونه یک اکاونت فروشندگی داشته باشین و در رابطه با خود صفحه ای بی، در رابطه با تولز که داره، فیچرهایی که داره و مینوهایی که داره معلومات میتام و در ضمن ای که چگونه بتانیم یک جنس در ای بی لیست بکنیم، از کدام وبسایت ها بگیریم، در اینجا لیست بکنیم که بر ما درآمد داشته باشه، فایده داشته باشه. در این ویدیو چیزی را که شما مشاهده خواهید کرد تجربه یک ساله ما هست. یعنی بدون از اینکه ما از شما درخواست پول بکنم، بر شما تمام تجربه یک ساله خوده که بسیار به زحمت به دست آوردیم شریک می سازم و امیدوار هستم که شما از تجربه ما استفاده بکنین و تجارت و کسب و کار آنلاین تانه برا بیندازین. چون زمانی که ما بزنس ای بی را آغاز کردم، باور بکنین که هر موضوعی که تازه به ما اتفاق میفتاد خیلی دوبارهش جستجو میکردم، تمام یوتیوب را میگشتم تا سوالی که بر ما پیش آمده بود جوابش پیدا بکنم، ولی متاسفانه بعض از یوتیوبرها هستند، البته به زبان فارسی خواه، فعلا مواد در رابطه با تجارت آنلاین بسیار زیاد کم است، ولی به زبان انگلیسی اکثر یوتیوبرها کوشش میکردن که بخاطر یک موضوع ساده 20 دقیقه 15 دقیقه هر فرده حیف و میل بکنن و اونا ویو های خود به دست بیارن. ولی چیزی که ما به شما در این ویدیو یاد میتونم تجربه یک ساله ما از شما خیلی ساده میتونین که کسب و کاری بتانه را بیندازین و درآمد داشته باشین. با امید موفقیت ای که شما هم بتانین یک تجارت آنلاین در ای بی داشته باشین و موفق باشین. اکثر دوستا پرسان میکنن که چرا باید از کسب و کار آنلاین در ای بی شروع بکنیم؟ سوالشان کاملا هم بجا هست، منطقی است، حق دارن بدانن که چرا باید اینا یک تجارت آنلاین در ای بی داشته باشن. ای بی از جمع ده بهترین وبسایت های خرده فروشی جهان است که در از سال 2002 به بعد در بین ده بهترین و پنج بهترین وبسایت های ریتیلر یا پرچون فروشی در جهان وجود داشته. خوبی ای بی است که یک مارکت پلیس خیلی بزرگ هست. هدفم از مارکت پلیس بزرگ ای است که ای بی در تمام کشورهای جهان قابل دسترس هست. شما میتونین که از هر کشور خریداری بکنین و در هر کشور هم بفروشین. این یکی از ویژگی های خاص خود ای بی است. در ضمن از او ای بی بر شما امکان فراهم میکنه که با یک غول مشتری سر و کار داشته باشین. یعنی هدف می است که اگر شما ای بی را با یک دکان خرده فروشی فیزیکی مقایسه بکنین، شما در یک دکان که هم کرایه از او میپردازین، هم سرمایه گذاری میکنین، حداقلش چند نفر داخل دکان شما روزانه میآیند، یک سوال. و سوال دیگه که از جمع نفرایی که داخل دکان شما میشه چند نفر از اینا پتانسیلی را داره که از شما خریداری بکنن. مثلا فرض میکنیم اگر روزانه داخل دکان شما حدود 100 الی 150 نفر شوه، اما حد اکثر که میتونین جواب بدین شاید 10 15
نفر داخل دکان شما خریداری بکنن، دیگرایشان فقط میبینن و میبرایند. پس اگر این را شما مقایسه کنین با ایبی، اصلا غیر قابل مقایسه هست، تصورش هم کرده نمیتونین که مقایسه بکنین. شما در دکان خرده فروشیتان که به صورت فیزیکی وجود داره هم سرمایه گذاری کردین، هم کرای دکان میتین، هم وقتتان ضایع میکنین، ولی در ایبی هر سی کار انجام نمیتین. در ضمن از او ایبی بر شما امکان فراهم میکنه که با یک کتله خیلی عظیم از مشتریان در سراسر جهان همه روزه تعامل داشته باشین، گفتگو بکنین و جنستان برشان به نمایش بگذارین و اونا هم بخرن. ایبی دارای 186 میلیون، تکرار میکنم، 186 میلیون مشتری در سراسر جهان است که روزانه میآیند از ایبی خریداری میکنند. پس اگر از 186 میلیون شما 1% از 1% هم نه، حتی 0.01% هم بهره برداری کنین، مشتری جذب کنین، تصور کنین که چقدر شما مشتری خواهید داشت در یک روز. و خوبی دیگه ایبی است که به شما امکان میده هر چیز را که شما در دنیا میبینین در فکرتان خطور میکنه تجارتش را شما میخواین برا بیاندازین، میتونین در ای فروشگاهتان لیست بکنین. یک دکان 100 متری یا 100 متر مربع و 50 متر مربع و 200 متر مربع نیست، یک دکان یا یک فروشگاه خیلی عظیم است. هر قدره که شما بخواین لیست بکنین شما میتونین، هر قدر جنسی که شما بخواین بفروشین میتونین بفروشین. یکی از ویژگی های مارکت پلیس های آنلاین است که به شما امکان میده تا شما بتونین تجارت و کسب و کار آنلاین تانه برا بیاندازین. خب از ابتدا آغاز میکنیم که اکاونت چگونه ایجاد بکنیم در ایبی و بعدا میریم در رابطه با کاتگوری ها، فیچر ها، تولز ها، مینوهایی که ایبی داره براتون یک معرفی خلاصه میکنم. بس بعدی خواهد بود که چگونه ما شما یک جنس در ایبی لیست بکنیم و از کدام وبسایت ها استفاده بکنیم تا در ایبی جنس لیست بکنیم که بر ما پردرآمد و فایده داشته باشه. هدف ما می است که شما بتونین در بزنس دراپ شیپینگ اکسپرت شوین، پروفشنال شوین، خودتان تجارت های آنلاین برا بندازین، سود ببرین. هر فرد ما، هر دوست ما، هر همزبان ما، هموطن ما یک چیز فایده بکنه، واقعیت ما از دل جان خوشحال میشه. خب حرف پردازی بیشتر نمی کنیم، در این قسمت میاییم بالای آپشن ساین این کلک میکنیم. چون من از قبلا یک اکاونت جور کرده بودم، بر شما میاموزانم که چگونه از صفر شروع بکنین. بالای سویچ اکاونت ما کلک میکنم، اینجا کلیت ان اکاونت است. شما اگر اولین بارتان باشه داخلی بیبرین اکاونت نداشته باشین، به شما میصفه میه کرییت ان اکاونت میگم. در این قسمت متوجه باشین که پرسونال اکاونت انتخاب بکنین، چون اگر شما بزنس اکاونت انتخاب بکنین از شما جواز میخواه و بعض موضوعات که مرتبط با تجارت های خیلی بزرگ هستگ و رسمان در دولت ثبت می باشه. ولی پرسونال اکاونت که شما هیچ بار مسئولیت ندارین، تمام موضوعات شخصیتان میتونین استفاده بکنین و مسئولیت بزرگتر و گرانتر از او که به دولت پاسخگو باشین نیستین. پس خیلی ساده با تمام جزئیات فردی تان میتونین که پرسونال اکاونت افتتاح بکنین. The first name، نام ابتدایی تان، من افغانی نوشته میکنم. Last name، من بزنس نوشته میکنم. ایمیل آدرس، یک ایمیل آدرس شما اختصاصی بخاطر بزنس ای بیتان یا دراپ شیپینگ ای بیتان تهیه بکنین که تمام ایمیل هایی که مربوط
به شما میشه از طرف ای بی میای، از طرف مشتری هایتان میایه، چون اگر از املای شخصی که دارین اینجا به کار ببرین باز یکم به شما مشکل میشه. بعض اوقات ما ابتدا می کار کرده بودم در ایمیل شخصی، ما کم جور کرده بودم، بعض اوقات ایمیل که از طرف ای بی به ما میامد یا از مشتری میامد ما او را مس میکردم، نمیتونستم برشان در زمان زودتر یا مناسبش پاسخ ارائه بکنم، دیر میشد. یعنی از لحاظ از اینکه پروفشنال باشی یکم مشکل زا میشه. پس یک ایمیل کاملا اختصاصی به اکانت ای بی تان، دراپ شیپینگ ای بی تان تهیه بکنیم و پسوردتان یک حرف و یک عدد حداقل داشته باشه و 8 حرف باشه. ببینید کریت اکانت آپشنش فعال شده، ما کریت اکانت دکمه را کلیک میکنم. ببینید اینجا اکانت ای بی ما افتتاح شد. در این قسمت شما ببینید چیزایی را که ما سیف کردیم معلوم میشه اگر شما کدوم چیز خوشتون به فیوریت در اینجا براتون لیستش میایه که چی چیزها را شما سیف کردین و میخواین خریداری بکنین. این تمامش کتگوری های هست که شما میتونین خریداری بکنین. الکترونیک هست، فیشن هست، زیبایی هست، وسایل خانه هست، ورزش هست، چیزهای تزیینی است، بخش های سنتی است، موتور است و بعض چیزهای دیگه. این کتگوری های است که در این کتگوری ها اگر چیز جنس را شما خوشتون میتونین خریداری بکنین یا ببینین که چی چیزها در ای بی وجود داره. سر از اونها بعدا بس خواهیم کرد. تا این جای کار ما شما یک اکاونت ای بی افتتاح کردیم که این اکاونت هم به خاطر خریداری و هم به خاطر فروش به کار بردن میشه. تا اینجای کار اکاونت خریداری تکمیل شده. اگر ما بخوایم جنس را از ای بی خریداری بکنیم توسط این مقدار که ما پیش رفتیم میتونیم خریداری بکنیم، ولی اگر بخوایم بفروشیم، فروشنده باشیم، باید از یک سلسله تنظیمات دیگر هم انجام بدیم تا واجد شرایط فروشندگی در ای بی شویم. باز هم سرنام کلیک میکنم، سرنام فروشگاه خود کلیک کردیم، اکاونت سیتینگ. در اکاونت سیتینگ که بیاییم این بس مهم است که ما شما از کجا اکاونت خود جور میکنیم. کشورهایی که اینجا وجود داره تمام کشورهای جهان است، خوشبختان افغانستان هم است، یعنی ما میتونیم که اکاونت ای بی از افغانستان هم داشته باشیم و به تمام نقاط جهان بفروشیم. ما این قسمت افغانستان انتخاب میکنم بخاطر دوستای ما زیادتر از افغانستان ای کار آغاز بکنن بدون کدام هزینه، یک بزنس دراپ شیپینگ آنلاین با درآمد خوب هستن. آدرستان آدرس دقیق باشه، آدرس را ترجیح میتونم براتان اینجا نوشته بکنین که در اکاونت بانکیتان است. خیلی مهم است، بازم تکرار میکنم، آدرسی که در اکاونت بانکیتان هست. شما میتونین که آدرسی که در اکاونت بانکی شما هست که از استیتمنت بانکیتان بگیرین. مثلا مده افغانان، چهارراهی صدارت انتخاب میکنم، شهر شام کابل، استیت شام یا پروینس شام کابل، پستال کودش 1001 چون مرکز پستخوان های افغانستان دمی چهارراهی صدارت و پشتونستان قرار دارن و یک شماره تلفنتان فعال باشه، شماره تلفن انتخاب میکنین، بعدا گزینه نکس را یا کنتینیو را میگیریم. خب ما تا یک جای پیش آمدیم، اینجای کار خوب پیش رفتیم. بحثی که خیلی زیاد مهم است بحث پیمنت است. قبلا اینجا شما ببینین حالا دو آپشن است، یکی پیمنت است که پیپال اکاونت است، ولی با افغانستان پیونیر هم فعال بود. اکاونت ما فعلا پیونیر هم داره، پیونیرش فعال است، ولی به خاطر محدودیت و تحریمایی که تغییر نظام در افغانستان آمده پیونیر فعالیت های خود خدمات خود در افغانستان به حالت تعلیق آورده که قبلا با ای بی پارتنر بود و خدمات پیمنت و پول مشتری و فروشنده را از اینجا تنظیم میکرد، ولی حالا از افغانستان پیونیر حالت فعالیت های خود به حالت تعلیق آورده. ولی ما شما
مشکل نداریم، اکاونت پیپال در افغانستان فعلا فعال نیست. پیمنت کلیک میکنیم، زمان که پیمنت کلیک بکنیم کنتینیو میگیم. کنتینیو که گفتین اینجا شما به شما آپشن میده اد پیمنت آپشن. اد پیمنت آپشن کلیک بکنین، از شما کردیت کارت یا دیبت کارت میخواید. خب خوشبختانه که کردیت کارت و دیبت کارت در افغانستان فعالیت داره، در تمام بانک های افغانستان فعالیت داره و شما میتونین بسیار راحت درخواست کردیت کارت یا ویزا کارت، ماستر کارت، هرچی باشه شما درخواست بدین. کنتینیو که بگوین، اینجا صفحه دیگه باز میشه، کارت نمبرتان هم میزنین، اکسپایریش هم، ماه و سالش هم نوشته میکنین، سیکوریتی کود، سه عدد که پشت کارت بانکیتان هستک، یعنی در ماستر کارت و کردیت کارتیایتان، نامتان و تخلصتان. اینجا هم آدرستان، اگر متفاوتر از آدرس خانه‌تان هستک در حساب بانکیتان میتونین نوشته بکنین، ولی اگر هر دوی شکی باشه خوب است. بعدن معلومات را که نوشته کردین کنتینیو میگین، حساب کردیت کارتتان هم به اکاونت ای بی تان اضافه میشه. اضافه که شد خیلی راحت به مدت یک روز دو روز ای بی اکاونتتان ریویو میکنه، مرور میکنه، باز بر شما ایمیل میه که شما واجد شرایط لیست کردن در ای بی هستین، که در ویدیوهای بعدی ما لیست کردن یاره براتان معلوماتش ارائه میکنم که چگونه میتونین کالاها و جنسها را در اکانت ای بی تان لیست بکنین. بس دیگه به خاطر تنظیمات اکانت ما بس پرسونال انفورمیشن هست، اکثر پرسونال انفورمیشن کلیک بکنین. شما را از شما یک بار میخواین که پسوردتان را بزنین تا ویریفای شوه یا تایید شوه. در این قسمت ببینین کانتکت انفو، ایمیل آدرس و فون نمبر من نات ویریفای است. شما ایمیل آدرستان و فون نمبرتان از اینجا ویریفای بکنین به خاطر هر موضوعی که براتان پیش شوه، یا بخواین در اکاونتتان در چندین موبایل یا کامپیوتر یا دسترسی داشته باشین به شما وریفیکیشن ایمیل روان میکنه، به شماره موبایلتان هم روان میکنه تا اکاونتتان وریفای شوه. اینجا کلیک میکنین، کد براتان میاد، وریفای میکنین، ایمیلتان همچنان. بعد دیگه اینجا یوزر نیم هست، شما یوزر نیم دلخواه میتونین که با خود انتخاب بکنین، هر رقمی که دوست دارین انتخاب بکنین، اونمو نام بر شما در حساب ای بی تان یا اکاونت ای بی تان با مشتری ها ظاهر میشه. من دوست دارم افغان بزنس، افغان بزنس دوست دارم که نام اکاونت ما باشه، با مشتری هم همی چیز ظاهر شوه. بازم پاسورد اینجا میزنم، پاسورد که نوشتم این قسمت ببینین اکاونت ما هم افغان بزنس شد. خب تا اینجای کار خدا کنه که مفید براتون تمام شده باشه، یاد گرفته باشین که چگونه میتونین براتون اکاونت ای بی آماده بکنین. مرحله دوم ای است که بر شما باید معرفی بکنم که ای بی دارای کدام مینوها هستن، تا یک اوورویو باشه شما راحت در مورد ای بی بدانیم. ببینین این قسمتی که اکاونت ما هست، در دکمه اکاونت کلیک بکنم، اینجا اکاونت سیتنگ است. اکاونت سیتنگ کلیک میکنیم، اینجا بعض معلومات هست در رابطه با اکاونت ما. ببینین مثلا پرسونال انفو هست، پرسونال انفورمیشن، طبعا چیزهایی که مربوط معلومات شخصی اکاونتتان میشه در اینجا ظاهر خواهد شد، از قبیلی از مثلا نامتان، ایمیل آدرستان، آدرستان، شماره تلفونتان. این موضوعات هست که بر شما در اینجا نشان میتو و معلومات ارائه میکنن. باشین که من یک مرتبه همی را ویریفای بکنم.
خب دوستان، یک معلومات خیلی ساده در مورد خود صفحه ای بی براتان میتونم در مورد مینوهایی که داره، تولز هایی که داره، از اونا چه قسم شما استفاده بکنین و سود ببرین. در این قسمت وقتی که روی اکاونت خود کلک میکنم، اینجا اکاونت سیتنگ است. دکمه اکاونت سیتنگ شما اگر فشار بتین، اینجا خیلی معلومات ابتدایی بر شما داره، معلومات مفید است که شما میتونین معلومات شخصی در رابطه با اکاونتتان مدیریت بکنین. اینجا پرسونال انفارمیشن است. دکمه پرسونال انفارمیشن کلک بکنین، بر شما نامتانه، نوعیت اکاونتتانه، کانتکت انفارمیشنتانه، یعنی ایمیلتانه میگه، شماره تلفونتانه میگه که قبلا هم گفتم براتون باید ویریفای شوه، آدرس بزنستانه یا آدرس تجارتتانه از شما میخواید. دیگه بس سیکیوریتی شه، ساینینگ است که شما میتونید پسورد تانه اگر بخواید تغییر بتین، این موضوعات هست. بس دیگه بس سلینگ است که شما میتونید اینجا اجناس را که شما لیست کردین بر شما نشان بده، سر دکمه سلر داشبورد کلک بکنین، بر شما معلومات میده و کسایی که سابسکرایب کرده شما را یا شما اونا را سابسکرایب کردین در ای بی که تعقیب بکنین، اجناس را اینجا نشان میده. پیمنت انفارمیشن است اینجا براتون قبلا هم گفتم، معلومات کردیت کارت بانکی تانه شما باید از درج بکنین، اگر پیپل اکاونت دارین پیپل اکاونت تانه، اکاونت پرفیرنس اینجا مربوط به تبلیغات است که شما اگر میخواهید که ادورتایز کنین بعضی از اجناس تانه، میتونین در قسمت تبلیغ بکنین زودتر با مشتری برسه. این بحث های ادورتایزمنت یا تبلیغات است. دونیشن پرفیرنس است که شما اگر بخواین به کدام نهاد پول بدین، اینجا میتونین پول بپردازین از سودتان، از عایدتان که از ای بی به دست میارین. این بحث بسیار ساده و ابتدایی است که شما خودتان ها میتونین یاد بگیرین. دیلی دیلز است، یعنی دیل هایی که معامله هایی که روزانه انجام میشه در هر کتگوری ای بی را لیست میکنه، چیزهایی که زیادتر فروشات شده باشه یا مردم علاقه مندش هست. ببینین اینجا بخش فیچر است، یعنی این چیزها را مردم زیاد علاقه مند هستن، میبینن، خوش دارن، دیدن یا خریداری کردن. اینجا تکنولوژی است، بخش فشن است، هوم است، بعضی چیزهای دیگه است. هلپ اند کانتکت یکی از بحث‌های مهم در ای بی است که شما در مورد هلپ اند کانتکت بدانین، چون زمانی که اگر شما با کدام مشکل روبرو میشین میتونین در هلپ اند کانتکت بیاین. اینجا آرتیکل هایی است که از قبل نوشته شده و شما معلومات ابتدایی ارائه میکنه، مثلا اگر جنس دوباره به شما ریتورن میشه یا شما تقاضای ریفند میشه چی کار باید بکنین، و یا هم اگر جنس شما با مشتری روان کردین، اینجا میتونین جزئیات شبیه ببینین، بخواین یک چیز را اگر لیست بکنین چگونه میتونین لیست بکنین، وقتی که یک جنس با مشتری نمیرسه چی کار باید بکنین و جنس با مشتری چی قسم بفرستین، شیپ بکنین، بعض ریفند و ریتورن هایی که صورت میگیره و چی قسم شما مدیریت بکنین، معلومات است که بر شما میده. و اگر کدام مشکل داشته باشین که میخواین امرای خود ای بی به تماس شوین، کانتکت از کلک بکنین، در هر موضوعی که باشه، مثلا موضوع سلینگ، باینگ، اکاونتتان، ریستون، ریفن، هر چیزی که باشه شما کلک بکنین، همراه ای بی به تماس شده میتونین، براشان هم ایمیل فرستاده میتونین، هم تماس گرفته میتونین، بر شما معلومات و جزئیات بعدی را و چی کار باید انجام بتین بر شما ارائه میکنه. خب این قسمت مای ای بی میایین، اینجا هم بعض تولز هایی هست که قابل استفاده است، مثلا سیف سرچ، چیزایی را که سرچ کردین، سلرایی را که شما سرچ کردین، مسشایی که براتان آمده، ای سلینگ است. این مهمترین بخش مای ای بی همی است که از سلینگ اکثرا استفاده خواهید کرد، بر شما نشان میده تمام اجناس را که لیست کرده باشین، اینجا یک یک دانه تمامش میاید. ببینین
اینجا اکتیو یعنی چند دانه اکتیو ما دارم لیست کردیم جنس چند دانه فروخته شده چند دانه فروخته نشده و این مدت زمانش 90 روز برتون نشان میده که در 90 روز شما چقدر فروختین. پس فعلا چون ما اکانت تازه جور کردیم به خاطر آموزش هستک اینجا ما کدام اکتیو لیست هنوز ندارم. دیگه واچ لیست هاست، پرچس هیستوری است، یعنی چیزایی که شما خریداری کردین، چیزایی که شما میخواین بخرین، آفر ها است یا بید است، مثلا بعضی چیزا را شما در بید میگذارین که مثلا نرخش 19 رو پس مال شما تا 16 رو هم بفروشین، باز اونا مردم ها سر از او شرط بندی میکنن یا که داوطلبی یا نرخش تعیین میکنن که کی چند رو بخره، باز اون اگه موافقت کردین بفروشین. recently view اخیراً چیزایی که شما مشاهده کردین. خب بس مهم اساسی ما ای است که چگونه ما میتونیم یک جنس در ای بی لیست بکنیم یا که به نمایش بگذاریم. شما سرگزینه سل این قسمت کلک بکنین، وقتی که کلک بکنین اینجا بر شما یک ویندو میایه، یک ویندو میایه، اینجا شما امو تایتل نوشته میکنین، یعنی عنوان را که شما مد نظر دارین به خاطر لیست کردن یک جنس این قسمت نوشتهش میکنین، باز get started میگین، امروی شما همکاری میکنه و پیش میدین مراحل بعدی را انجام میدین. پیش از اینکه ما یک جنس لیست بکنم بر شما میخوایم یادآوری بکنم که از کدام وبسایت ها اکثرا خودم به خاطر تجارت دراپ شیپینگ در ایبی استفاده میکنم و ایره بر شما هم خلاصه یک ویدئوی دیگه آماده خواهم کرد، براتون معلومات میتونم خوبی و بدی وبسایت های دیگره که شما از کدامش لیست بکنین، از کدامش نکنین، چی خوبی های خود داره، چی بدی های خود داره. امروز تجارت دراپ شیپینگ به حد بزرگ شده در جهان که تمام کشورهای جهان تلاش دارن تمام محصولات خود در قالب مارکت پلیس های آنلاین به نمایش بگذارن و هر کس بتانه بسیار به راحتی از هر کشور جهان رو خریداری بکنه و به خود. بس بعدی است که کدام وبسایت ها را می خواهیم بر شما بگویم که خودم دوست دارم، یعنی لیست میکنم در اکاونت ای بی خود. یکی از وبسایت های مورد علاقه من علی اکسپرس است. شما در علی اکسپرس میتونین هر محصولی که در چین جور میشه در اینجا ببینید. از مشهورترین و بزرگترین وبسایت های خرده فروشی چین امی علی اکسپرس است. علی اکسپرس میتونه با کل کشورهای جهان جنس بفروشه، بسیار زیاد ارزان است، بسیار تفاوت داره. مثلا کسایی که اگه میخواهید در امریکا اکاونت جور بکنه، کسایی که در لندن میخواهید جور بکنه، در جرمنی، در فرانسه یا هر کشور دیگری که هستین میتونین از علی اکسپرس جنس خریداری بکنین و با اکاونتی بیتان لیستش بکنین، با مشتری روان کنین وقت فروخته شد. دوم اکاونتی که من زیاد استفاده میکنم سی جی دراپ شیپینگ است. سی جی دراپ شیپینگ یکی از وبسایت هایی است که بعد از علی اکسپرس یعنی در چند سال اخیر جور شده و خیلی زود پیشرفت کرد، یعنی واقعا پیشرفت خیلی سریع داشته و مشتری های خیلی عظیم را در سراسر جهان داره. شما میتونین که از این سی جی دراپ شیپینگ هم به خاطر لیست کردن اجناستان یا کالاهایتان در ای بی استفاده بکنین. خب باید یک اکاونت اینجا شما افتتاح بکنین، اکاونت جور کردنش راحت آسان است، هیچ چیزی نیاز نداره، فقط ایمیل آدرس نیاز داره بس. و وبسایت دیگری که من استفاده میکنم به خاطر تجارت دراپ شیپینگ والمارت است. والمارت یک وبسایت آمریکایی است که از بزرگترین خرده فروش های آمریکا است، یعنی در آمریکا بالاتر از آمازون هم این مشتری خود داره و خریداری میکنن مردم روزانه. از هر جنسی را که شما بخواین در اینجا هم پیدا کرده میتونین
یک قسمت نامش را سرچ میکنین، مثلا ما میخواییم که موبایل کافر میخواییم بگیرم. ببینین هر چیز هست، نرخ ازی با نرخی بی هم بسیار تفاوت داره. در اینجا ارزان شما میتونین پیدا بکنین و دریبیتان لیست بکنین. خب به عنوان مثال ما بر شما فعلا یک جنس از علی اکسپرس میگیرم و در اکاونت ای بی لیست میکنم که شما با طریقی لیست کردن عادت بکنین و یاد بگیرین. درست است، در این قسمت مثلا ما میخواییم که پیت گرومینگ درایر، هیر درایر، این جنس ها میخواییم که در فروشگاه ای بی خود یا استور ای بی خود لیست بکنم. درست است، نامش نوشته بکنین میایه. اینجا چندین نوع هیر درایر با پید است، شما میتونین استفاده بکنین. مثلا اینی جنسش به نظر من خوب است، من سر از کلک میکنم. وقتی که شما کلک کردین اینجا بر شما عکسایش میایه. ببینین چندین نوع عکس داره، عکسایش شما باید دانلود بکنین دانه به دانه. سر وقتی که اینجا یک کلک کردین قسمت راست کلک میکنین سیو ایمیج از میگین. Save image as گفتین ببینین ما چند تا عکس دانلود کردم. درست است، عکس ها رو که دانلود کردین، مثلا اینم 5 تا عکس دانلود کردم، کافی است بر من، می اندازه کافی است. کاری که ما میکنم دیگه تایتل هست. ببینین اینجا عنوان ایجنس نوشته است، مثلا پید داگ کت هیر درایر. اینجا همیشه کوشش میشه که در تایتل شما کلمات را بنویسین که بیشترین سرچ مردم میکنن. یعنی لازم نیست که یک جمله کاملا منظم باشه، میتونین تنها کلمات را بنویسین که مردم در جستجوش است. مثلا پید داگ کت هیر درایر، درست؟ یک جمله بسیار کوتاه هست. یا مثلا small animal hair grooming brush، باز هم مگب هست که مثلا از حیوانات کوچک خواهین hair grooming کنید. در کجا؟ مثلا اینجا آدرس داده UKUS، اینا بیشترین فروش داره. خب تایتل ما کپی میگم Ctrl C، یا کلک بکنین کپی بگوین، پس میایم در ebay اینجا کنترل وی میگیم پستش میکنیم. ببینین پست شد. درست اینجا بر شما نشان میده که مربوط کدام خانواده میشه، مربوط کدام کتگوری میشه. اگر شما میخواین از اونا سود بگیرین، یعنی اونا تمام جزئیات را که در اکاونت خود بعض فروشنده های دیگه بی لیست کردن، او معلومات او را بر شما میگیره و شما همچنان همون رقم لیست میکنید. ولی اگر بخواین که کستومایز یا خودتان پیش برین، من میگم لازم نیست که از کتگوری های دیگه یا از فروشنده های دیگه کمک بگیرم چیز کنه لیست کرده همون رقم به ما لیست شونه. من میگم get started، یعنی خودم میخوایم که لیست بکنم. ببینین وقتی که get started گفتیم، اینجا ما وارد صفحه لیستینگ ای بی شدیم. این قسمت تایتل نوشته میکنین، تایتل تان حداقل باید 80 کلمه باشه و اگر میخواین که تایتل تان بولد شوه باید $2 اضافه بدین که یه زینه داره، لازم نیست. مثلا اگر میخواین سب تایتل هم داشته باشه، بعضا که جنسشان فروشات زیاد داره استفاده میکنه از این اپشن ها، ولی ما فعلا ضرورت نداریم، سب تایتل هم نمیخواییم داشته باشیم. خب به اینجا میگم مربوط کدام کتگوری میشه. ببینین کتگوری پیت سپلای داگ گرومینگ درایر، یس من میره انتخاب میکنم مربوط همی خانواده یا کتگوری میشه. تر میاییم مثلا ورایشن داره، یعنی چندین مدل چندین نوع اگر داره، سایز خورده کلان داره، شما از ورایشن استفاده میکنین. ولی چون این جنس هسته که ورایشن نیاز نداره، پس من نمیخوایم که از ورایشن استفاده بکنم. یو پیسش ضرور نیست که شما داشته باشین، فقط کاندیشنش نو میگه.
میگیرین، یعنی که یک جنس نو ما فعلا به نمایش میگذارم دست فروشگاهی بخواد و لیست میکنم، جنس استفاده یا مستعمل نیست. اینجا شما میتونین که اد فوتوز بگوین، یعنی اکس هایی را که من گرفته بودم اینجا حد میکنیم. درست است، میکنم در این قسمت. خب کدام عکس که شما میخواین ابتدا بیایه کلکش میکنین قسمت میاندازین شد. درست است، مثلا ما میخواییم به ترتیب عکس ها را مردم ببینه، اول دوم سوم، اینا همش به ترتیب خودش تنظیم میشه یا کش میکنین، درگ میکنین، دراپ میکنین، میایه. دیگه اگر بخواین عکس هایتان کم دیگه میدید بکنین، سایزشان خورد کلان بسازین، لایتنگش هست، بس تغییرات لازم نیست. عکس هایی که در وبسایت های دیگر به نمایش گذاشته شده بهترین کیفیت میداشته باشه. مثلا برندش چی است؟ برندش یعنی نام برندش شاید پیت لایف باشه، درست؟ اما شما اینجا میتونین ببینین که برندش چیست. وقتی که پس در صفحه علی اکسپرس بیاین، اینجا تمام جزئیاتش نوشته می باشه. من یک کپی هم پیش خود میگیرم، خوب است، کپی میگیرم در قسمت باز نوشته میکنم. مثلا dog breed، اینجا گفتم براتون که بعض معلومات که نیاز داره در قسمت دسکریپشن اصف وجود داره، شما میتونین اینجا نوشتهش بکنین. اگر وجود نداره لازم نیست، خالی بانینشه. مثلا مدلش هست، این کستوم بندل هست، چند دانه در بندل داره، مدلش چی هست، کدام مودیفاید آیتم داره، یعنی چیز تغییر شده، کشورش کجا هست، مثلا یونایتد استیت هست یا چاینا هست. مثلا ما چاینا نوشته میکنم. پوینتر میاییم اینجا، دسکریپشن میخواییم، یک معلومات میخواییم در مورد جنس معلومات بتین. من چون از اونجا کپی گرفته بودم، اینجا کنترل وی میگم، کنترل وی که گفتم میتونی اینجا بعض تغییرات بیارین، مثلا این قسمت اینی بولد شوه یا ادوانس ایدیتینگ که بعض آپشن های دیگه هم بر شما اضافه شوه، مثلا نوعیت خطش هستک، نوعیت خط هست و کدام نوع خط باشه، سایزش چند باشه، مثلا میخواییم این سایزش بزرگتر باشه، حتی 24 باشه، اینجا پایین بیایه. این قسمت دیگه هم اسپسیفیکیشن داره، سایز ازی را میخواییم 14 باشه، نیو رومان باشه، چیزاییست که شما خودتان میدانین راحت و دل خودتان مطابق میلتان سایزش خورد کلان بکنین و به نمایش بگذارین دسکریپشنش. بس بعدیش اکشن استایل باشه یا که نه فکس پرایس. اکشن استایل به این معناست که شما میخواین که همی جنس قسمی که قبلا براتون گفتم به طور باشه که مشتری همراه شما چنزنی بکنه یا نکنه. اگر چنزنی بکنه اکشن استایل میگین، مثلا جنس 18 رو پس ما تا 15 رو پس میتونم پایین بیایم، درست؟ و مشتری یک فرصت میده که تا 15 رپ هم پایین بیایه، ولی اگر فکس پرایس بگویم مشتری دیگه اما 18 رپ برش لاک میشه، نمیتونه از او پایین تر جنس تقاضا بکنه یا بخره. دیوریشنش هم مثلا در این بخش شما میدونید start my listing when I submit them، درست است. مثلا ما جنس را که همیارا لیست کردم به نمایش گذاشته شد، ولی schedule to start on. یا اگر میخواین که من حالا جنس را لیست میکنم ولی دو روز بعد، یک روز بعد به نمایش گذاشته شود، نرخ جنستان چند باشه؟ مثلا من جنس چند میشد، نرخ ازی فکر کنم 18 دلار میامد، بله 18 و 21 دلار است. من اینجا نوشتش میکنم مثلا 18 و 21 دلار است، من حتی 28 دلار نوشته میکنم، 10 دلار برشون ارزان تر. مثلا اینجا best offer هدفش چی است؟ ما میگم اگر مشتری از ما جنس تقاضا بکنه 26 رپ اوتوماتیکلی اکسپتش کنم، و اگر مشتری بر ما بگه که جنس 20 رپ بفروش اوتوماتیکلی درخواستش رد بکنم.
ببینین اگر 26 روپه بخواید ما قبول میکنم برش بفروش، اگر از 20 روپه پایین کس تقاضا کرد برش نفروش، و یا هم میتونین که این آپشن کاملا آف بگذارین. کوانتیتی، چند دانه از این جنس شما دارین؟ یک چیز را که شما باید در ای بی متوجه باشین، زمانی که یک جنس را لیست میکنین، اگر جنس مثلا دو دانه است، دو دانه از این بفروش برسه، پس لیستینگ شما خلاص میشه از ای بی. پس همیشه کوشش بکنین که انونتوری تانه یا موجودی فروشگاه ای بی تانه کنترل بکنین. اگر شما مثلا ده جنس اینجا کوانتیتیش نوشته کنین، 6 دانش فروخته شد 4 دانش میماند، درست است؟ به این معناست که چقدر تعداد تو امرای خود داری، که اگر امو تعداد فروخته شد و باز لیستنگتان پس میشه، شما مجبور پس رو دوباره لیست بکنین. همیشه کنترل کنین، مثلا اگر جنستان فروشاتش خوب است تعداد کوانتیتی یا مقدارش زیاد بانین، اگر فروشاتش خوب نیست یا میفهمین که زود فروخته نمیشه 3-4 دانه بانین، وقتی که یک دانه دو دانش میمانه پس در این قسمت باز بیاین، میتونین که کوانتیتیش چی کنین؟ زیاد بکنین، درست است؟ هر زمانی که شما بخواین میتونین یک لیستینگ را که انجام دادین او را تمام بکنین، دوباره ایدیت بکنین. خب میگه private listing به این معناست که دیگه یوزرها بفهمه که توی را لیست کردی یا نه. میک دونیشن یعنی میتونی میخوایی به کدام نهاد خیریه تو کمک بکنی نکنی. میگه پیمنت آپشنش چی رقم باشه، require immediate payment with buyer it now when buy it now. اوکی میگه هر زمانی که مشتری خرید به ما باید پول بده، یعنی تو نمیشه که مشتری بخره باز درست باد به ما بگه پول میدم، درست؟ سلز تکس اگر در امریکا فروشات میکنی یه آپشن لازم نیست که شما فال هم نگه بدارین، درست است؟ ریترن آپشن شما اگر در امریکا جنس هم بفروشین دومستیک ریترن اکسپتد، یعنی شما ریترن نمیپذیرین در داخل خود امریکا، یا انترنشنال ریترن اکسپتد، یا در اگر از یک کشور به دیگر کشور مفروشین میخواین که ریتورن بکنین یا نکنین. اگر ریتورن بکنن شما میپذیرین نمیپذیرین، ای بس ریتورن است. تا چند روز مثلا شما ریتورن نمیپذیرین، اگر نپذیرین هم لازم نیست، مشتری نشان نمیده که شما میخواین ریتورن رو بپذیرین. اوکی دومستیک بخش شیپینگ بسیار زیاد مهم است که اکثر دوستان در اینجا اشتباه میکنن. سوالاتشان اینجاست که چگونه شیپینگ بکنن که برای زنا هزینه نشه یا ای بی سر زنا فیز نگردانن. دومستیک شیپینگ سیم کاست تو آل بایر، یعنی به هم مشتری یک چیز باشه. شما میخواین که مثلا کالکولیت شیپینگ بکنین، یعنی اگر جنس نرخش چند باشم چقدر ابعادش باشد، بر شما چقدر هزینه شیپینگش میایه. ولی زمانی که ما شما دراپ شیپینگ میکنیم، پس نیاز نیست که ما اینجا مقدار و هزینه و پول شیپینگ نوشته بکنیم. پس کاری که باید بکنیم ای است که فری شیپینگ همیشه انتخاب بکنیم، که یعنی مشتری ما هیچ نیاز نداره که پول بپردازه به خاطر شیپینگ، ما تمام هزینهش میگیرم بر از اونا فری شیپینگ میشه. offer local pickup لازم نیست، مثلا بعض مشتری ها که اگر بخواین میتونن از یک موقعیت خانه تان یا یک دکان که تو داری بیاین پیکاپ کنن، نه، ما شیپینگ میکنیم، آنلاین میکنیم، ما کدوم فروشگاهی فیزیکی نداریم. هندینگ تایم شما میتونین که جنس در مدت یک روز یا دو روز آماده ارسال کردن به مشتری بسازین. پس اینجا شما میتونین که انتخاب بکنین، اگر شما میخواین که از یک کشور به دیگر کشور بفروشین، مثلا اکاونت ebay.com مربوط امریکا است، ebay.uk مربوط لندن است، ebay.ge مربوط جرمنی است، پس حالا که شما اکاونت در امریکا جور کردیم
پس ما میخواهیم که جنس ها را تنها به امریکا بفروشم، درست است؟ No international shipping لازم نیست که من نوشتم کنم. اینجا دایمنشنش نوشتم میکنین که طول و عرض و زخامت جنس ما چند است. مثلا میگیم در اینجا قبلا نوشته است ولی چون کار ساده شود طولانی نشد، از او خاطر براتان یک شماره را میگم که کار سری شد. مثلا اینجا گفته 290 و 120 تا 70 میلی متر است، یعنی مثلا حدود 12 طولش میایم، در حرزش میایم 7 زخامتش میایم، درست است؟ اینجا وزنش هم میگه که به الی یا به پاوند چند میایه، مثلا 120 الی میایه، 120 الی خود زیاد است، مثلا 20 الی انتخاب میکنیم. تا اینجای کار همه چیز آماده هست، مشکل نداره. ما تقریبا یک جنس لیست کردیم. اینجا ویلیام پرایسینگ هم باید در موردش بدانید. مثلا اگر مشتری دو دانه بخره ما برازی 5% یا 6% تخفیف میتم، اگر مشتری 3 دانه بخره ما برش 8% یا 10% تخفیف میتم، اگر مشتری 4 تا بخره یا از او زیادتر بخره 15% تخفیف میتم. و یا هم اگر نمیخواین که ایج تخفیف برش بدین، میتونین گزینه را پس دیسلکت کنین. یا اگر میخواین که از دو دانه با بالا هرچی بخره 6، اینجا 6 انتخاب بکنین. ببینین لازم نیست که مثلا از 2 3 یا ما تعیین بکنیم از 2 چند فیصد تخفیف میدیم، یا 3 بالا بره چند فیصد تخفیف میدیم، اما کل 6% میشه. یا هم بخی آفر دیسکانکت کنین. همه چیز آماده شد، آماده شد. کاری که ما باید انجام بدیم که لیست آیتم بگوییم. لیست آیتم که بگوییم بر شما جنستان لیست میشه، به نمایش گذاشته میشه. خب اینجا با ما میگه at least valid shipping service message. خب یک شیپینگ سرویس باید از حداقل انتخاب کنیم، چون اکثرا مردم فیدکس انترنشنالی از یک کشور به دیگه کشور انتخاب میکنه، ولی این مهم نیست، این اصلا مهم نیست. شما یک شمی تانین، فقط زمانش اینجا شما باید انتخاب بکنین. اگر از وبسایت های خارج از امریکا دراپ شیپینگ میکنین، باید بر از اونا حدود 15 الا 20 روز وقت میگیره که یک جنس به مشتری برسه. ولی اگر از وبسایت هایی که داخل امریکاست شما میخواین دراپ شیپینگ بکنین، حدود 1 الا 5 روز به مشتری وقت بدین. حال که ما شما از چین از علی اکسپرس یک جنس لیست کردیم، ای 8 تا 13 را انتخاب میکنم. یا یک گزینه دیگه شه، یا مثلا اکانومی شیپینگ فرام اوتساید 11 تا 23 روز انتخاب میکنم. فقط شیپینگ کمپانی مهم نیست، چون خود کمپانی میفهمه که از چی روان بکنه. سر ازی زیاد جدی فوکس نمیشه. List item همه چیز ما آماده است. Like handling time is required. ببینین اینجا handling time از پیش ما مانده. اگر انتخاب کرده بودم خب بیره دو روز سه روز، یا مربوط به مون میشه که در چند روز جنس آماده میشه تا تولید شوه یا که پکیج شوه به خاطر شیپینگ، درست است؟ پس خورده یک مرتبه دیگه ببینین. چون لیست ما تقریبا تمام شد، ما جنس آماده کردیم. شما چی نیاز دارین که باید از اکانت بانکی تانه اینجا همراهیزی وصل بکنین؟ چون ما کردیت کارت بانکی خود همراهیزی اد نکرده بودم، با او خاطر میگه که کردیت کارت بانکی تام اد بکو که تمامش تمام شوه، یعنی لیستینگ کردن شما آماده شوه به نمایش گذاشتن. همه چیز آماده است، فقط
یک اکاونت بانکی نیاز است یا کردیت کارت بانکی نیاز است که او را هم اد بکنیم و لیستنگ ما تمام شود. ببینید اینجا یک خوبی دیگه باز اینا گفتن که کنکت پیونیر اکاونت، یعنی پیونیر اکاونت میتونین شما استفاده بکنین یا اکاونت پیونیر تان کنکت بکنین که بر شما پول بیایه و همچنان شماره تلفن ایمیل آدرس تان ویریفای بکنین که اکاونت پیونیر خیلی ساده هست. ما در یک ویدیوی دیگه کاملا بر شما این تدریس میکنم که چگونه اکاونت پیونیر به خود افتتاح بکنین. پیونیر قسم گفتم یک ترت پارتی است که پول از ای بی به شما میگیره و در اکاونت بانکی تان ارسال میکنه. این پیونیر است که بر شما یک کردیت کارت بانکی هم میده. شما میتونید توسط از او خریداری بکنین، در ضمن از او هر بانک را که بخواین پولتان را بفرستین. یک اکاونت پیونیر بعدا براتون به جزئیات در مورد از این هم صحبت میکنم و ای که چگونه اکاونت پیونیر افتتاح بکنین، چه چیزا لازم است، براتون در ویدیو بعدی معلومات میدم. حال همه چیز ما بخاطر لیستینگ آیتم همه قدر کافی بود. چیزایی را که شما باید میدانستین براتون تشریح کردم. دیگه براتون وقت خوش میخوایم. امیدوار استم که شما هم اکاونتی بیتان افتتاح بکنین و تجارت دراپ شیپینگتان شروع بکنین. با امید موفقیت هرچی بیشتر دارم.